مجده اوزمان بازیگر معروف سریال شربت زغالخته که نقش آلو رو بازی میکنه در بیمارستان بستری شد و در حساب کاربری خودش در مورد مشکلات سلامتیش و سختی های حرفش صحبت کرد و احساساتش رو بیان کرد. مجده اولین بار استوری های پشت سر هم گذاشت و بیان کرد که دیگه خسته شده. اون با گفتن حرفای دلش اعلام کرد که قصد بازی با احساسات مخاطبان رو نداره و فقط میخواد اطرافیانش نسبت به رفتارهاشون مسئولیت پذیر باشن. تنبلی راحت طلبی رو کنار بذارن. مجده گفت حرفاش مخاطب خاصی نداره. کار و مشغله زیاد براش سخت نیست و این انسانها هستن که سختن. همچنین نوشت کارهایی که خودم انجام میدادم به کنار من به همه اطرافیانم گوش میدادم. چیزی رو فراموش نمی کردم و حتی یاداوریم می کردم و اصلا هم خسته و ناراحت نمی شدم. یه روز رو اندازه 3 روز زندگی می کردم و برای هر 10 قدم به بعدیم برنامه ریزی داشتم تا زمان زیادی از دست ندم و کارهایی که می خوام انجام بدم و فعالیت بیشتری داشته باشم. حتی اگه کسی متوجه نبود و قضاوت می کرد، من برای راحتی و خاطرات خوب دیگران همش تلاش می کردم و اصلا برام سنگینی نداشته. اما تو زندگی برای اولین بار خسته شدم. این بازیگر گفت که بدترین بخششم اینه که هیچ کس منو باور نداره و همه تئوری دارن در مورد اینکه چه دردسرهایی دارم و چطوری باید باشم و بزرگترین دلیلشم شغلمه. میگن که زندگیش خیلی آسونه، پر زرق و برق و پر از پول و تجملاته، ولی برای بودن باید باهوش باشی و سخت تلاش کنی، مخصوصا اگه زن باشی و شغلت هم بازیگری باشه. تا آخر عمرت مجبوری به همه بفهمونی که گیج نیستی. هر روز صبح که میزنی بیرون تا برگردی به خونه همش موضوعاتی مثل زیبایی، قد و وزن و کارهایی که انجام میدی بحث میشه. به مشکلات سلامتیت باور ندارن و به ورزش کردن باور ندارن و میگن تو لاغری و چه لزومی داره ورزش بکنی. خلاصه من از این بحثا خسته شدم. مجده با به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی گفت که از حرفایی مثل آره تو میتونی، تو مثل شیر هستی خیلی متنفره و این حرفا بیهوده ترین جملات هستن و دوست داره در این مواقع کسی که دوستش داره کنارش باشه. خیلی اوقات حتی اینم دوست نداره. خلاصه مجده اوزمان بعد از گفتن این حرفا همه جا پخش شد که به سندروم فرسودگی شغلی دچار شده، ولی مجده سکوتش رو شکست و بیان کرد که دلیل نمیشه چون حرفای دلش رو زده به سندرومی دچار شده باشه. این بازیگر در حساب کاربریش نوشت که سوء تفاهمی پیش اومده و آسم داره و در حال درمانه و سالی 1-2 بار این بحران براش پیش میاد. مجده اوزمان از مخاطبین خواست که این دوتا مسئله رو از هم جدا کنن. همچنین گفت که خواستار محبوبیت و شناخته شدن نبوده، چون به نظرش چیزیه که آزادی فرد رو ازش میگیره و اون دوست داره که کارش رو بکنه و برگرده خونه مثل بقیه آدما و بازیگری اولین حرفه تو زندگیش نبوده. خب دوستان عزیزم، به انتهای یک ویدیوی دیگر رسیدیم. من فکر میکنم بعد از یک دوره طولانی که آدم تلاش میکنه و کلی کار میکنه، احتیاج داره که یه مدت استراحت کنه و به خودش برسه و این دلیل نمیشه که افسرده شده باشه. نظر شما چیه؟ حتما برام بنویسید.